استقلال دیشب با تکل دیاباته از شرطه عراق را شکست داد تا فرهاد مجیدی و شاگردانش بعد از بازی جشن صعود بگیرند. تساوی دوحل قطر و الاهلی عربستان هم باعث شد تا الهلال حریف بعدی استقلال در مرحله یک هشتم نهایی باشه. تونستن استقلال استارت اولیه بسیار خوبی داشته باشن مقابل تیم الاهلی بر شورته، نتایج قابل قبولی بگیرن، ولی یه مقدار در مقابل الدوحل یه مقدار لحاظ دفاعی متزلزل ظاهر شدن، ولی یواش یواش کادر فنی تیم تونستن تا حدودی تیم رو تقویت کنن و تا بازی آخر بتونن با نتیجه قابل قبول و به عنوان تیم اول از گروهی که بسیار گروه سختی هم بود صعود کنن و خودشون رو مدعی معرفی کنم. استقلالی ها که قرار بود برای زیارت خانه خدا امروز راهی مکه مکرمه بشن، به علت مخالفت مقامات سعودی رفتنشون به مکه منتفی شد و با امداد فردا به تهران برمیگردند. شکست 2-0 الهلال عربستان مقابل شباب الاهلی امارات باعث شد تراکتور ایران هم با 10 امتیاز و تفاضل گل مثبت 3 به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنه و حریف النصر عربستان بشه. تمام تفکرات آقای خطیبی این بود که اول گل نخورم و بعد بتونم در دروازه حریف حمله کنم و گلزنی کنم و کارهای ترکیبی در خط حمله داشته باشم. تا حدودی در این کار موفق بودم. نکته مثبت تراکتوری ها ثبت 5 کلین شیت بود و محمد رضا اخباری موفق شد رکورد بسته نگه داشتن دروازه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رو به نام خودش ثبت کنه. تیم تراکتور در ضعفی در خط دفاعی داره و بیشتر صعود این تراکتور رو در این مرحله ما میتونیم سیب های خود ممرزا اخباری در نظر بگیریم که نباید خودمون رو گول بزنیم و از این قضیه غافل بشیم که یه مقدار باید خط دفاعی و دفاع تیمی تراکتور تقویت بشه برای مرحله بعد و بتونه تا تو بازی های آینده موفق بشه. پرسپولیس هم دیگر نماینده کشورمونه که بعد از بازی های دور چهارم صعودش به مرحله حسی قطعی شد. شاگردان گل محمدی که بهترین عملکرد رو در منطقه غرب آسیا داشتن و با 15 امتیاز مقتدرانه راهی یک هشتم نهایی شدن، باید در این مرحله به مساف تیم استقلال تاجیکستان برن. پرسپولیس تمام بازی رو مدیریت کرد. تمام تفکرات آقای یحیی گل محمدی بود که بتونن از کارهای ترکیبی و کارهای دو نفره و سه نفره در این بازی‌ها بیشتر انجام بدن و بازیکنای مثل مهدی ترابی، امید آلیشا بسیار خوب بازی کرد. رهبری سید جلال حسینی در این بازی‌ها بسیار چشم‌انداز بود و پرسپولیس با تجربه‌ای که داشت تونست از این گروه صعود کنه. حالا نتایج خوب نمایندگان ایران در آسیا مقابل تیم‌های عربی فوتبال دوستان را امیدوار کرده که تیم ملی هم در بازی‌های ماه آینده مقابل بحرین و عراق با دست پر از زمین خارج بشه. شما مطمئن باشید که کرونا به همون نسبت که یه مقدار فوتبال باشگاهی ما رو و فوتبال ملی ما رو آسیب زده، بیشتر به فوتبال بحرین آسیب زده، بیشتر به فوتبال عراق آسیب زده، چون ما حداقل تو تیمای باشگاهیشون ما داریم اینو میبینیم و قطعا تیمای ملیشون هم همینطور خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم اگه یه زمان بیشتری برای هماهنگی بچه‌هام تو ملی قائل بشیم، ما حتما میتونیم تیم رو شکست بدیم. دور برگشت بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال برای تیم ملی فوتبال کشورمون از 13 تا 25 خرداد و به میزبانی کشور بحرین برگزار میشه. زمینه‌ای که دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم 22 و 23 شهریور رو به صورت تک بازی برگزار میشن. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.